نزدیک عید نوروزی، عید ایرانی باستانی درست و حسابی که هویت ما توشه، تبریک میگم عید رو و امیدوارم عید پرباری داشته باشید، پر از شادمانی و برکت. از نظر من برکت اضافه شدن به ماست، نگاه ماست به جهان، نگاه ماست به خودمون و تازشیم، خودمون و جهان رو تازه کنیم. وقتی خودمون تازه میشیم قطعا جهان رو تا اندازه تازه میکنیم. پس برای ادامه بحثمون اجازه بدید به کتابایی که میشه تو عید بخونید از بینشون یا همشون که به شما مربوطه معرفی کنم. یه چهار جلد کتاب بسیار خوب در اومده، داستویفسکی و فلسفه که ادامه بحث داستویفسکی مونه. معمولا من وقتی می نویسن و فلسفه گارد دارم، با اینکه به شدت فلسفه رو دوست دارم. گاردم چیه؟ گاردم اینه که هنر رو ذیل فلسفه معنا کنن، که خیلی هم میکنن این کار. این چهار جلد کتاب خوبن، یعنی اینکه اگر یکی دو اثر توشون این کار رو کرده باشه، بقیه ایستادن روی مؤلف، روی داستویفسکی، روی سوفوکل، ایبسن و کافکا. نگاه کردن بهش، خوندن مقالاتی از اینا کمکمون میکنه. پس پیشنهادم این سری نشر خوب باید باشه. بله، راجع به این چهارتا. سوفوکل که خب تراژدی، ایبسن یکی از مهمترین نویسندگان مدرن کلاسیک جهان و خیلی آدم حسابیه، و کافکا هم دیگه میشناسید. ما تو این شماره مجلمونم یه نقد عالی راجع به مهمترین اثر کافکا یعنی مسخ داریم. این سوفوکل، ایبسن، کافکا و داستویفسکی. خب عرض کردم تو این شماره، حالا به این بهانه من پارتی بازی کنم برای مجلمون. مجله فرمانقد با تأخیر چندین ماه یا حتی فصل بالاخره در اومد. و به نظر من شماره خیلی قلدریه. عرض کردم که یه نقد مسخ کافکا تو این شماره است. کسانی که علاقه به ادبیات و کافکا دارن پیشنهاد میکنم بخونن، نقد بی نظیره. خب اینجا ما راجب تو این شماره مجله راجب سینما ایران کاری نداریم. الان سینما ایران ما قبل بده و ما قبل سینماست. تمام آثار سفارشی دولتیه و هیچی توش نیست، با بیشترین هزینه ها و کمترین چیز، نمیگم ملات، کمترین چیز سینمایی. خب ولی عوضش ما کلی کار خوب روی سینما داریم. سینمای کلاسیک، سینمای صامت و به درد بخوره، و نقدای خوبی هم داریم بر فیلم های کلاسیک. یه فیلم هست که اگر ندیدید همینجا پیشنهاد میکنم، نقدش هم هست تو این شماره مجله، دابل لایف، زندگی دوگانه، اثر کیوکر، محصول 1947. فیلم رو ببینید، عالیه، نقد هم قابل دفاعه. در این شماره مجله ما یک داستان کوتاه از لوکاچ بزرگ داریم. برای اولین مرتبه بخش ادبیات ما
یک داستان چاپ کرده، داستان فوق‌العاده مفصل و به درد بخوره، از لوکاچ با یه ترجمه خیلی خوب از پارسا زنگنه. عرض شود که تو بخش سینمایی نقدایی داریم بر فقط فرشتگان بال دارند، اعتراف میکنم هیچکاک، داستان توکیو اوزو و فیلم های روز از ناپلئون بگیری تا اوپنهایمر بعد هست در مجله ما. یه بخش جدید دوباره که مدتی بود نداشتیم به مجله اضافه کردیم، بخش تجسمی که در بزرگداشت هانیبال الخاص و یه پرونده است برای الخاص، در مجموع مجله سرپایی با شما جایید. خب برای عید کسانی که در عرصه سینما این کتاب رو نخوندن، گفتگوی فوق‌العاده بیلی وایلدر با کامرون کرو تجدید چاپ شده، خیلی وقت بود که نبود. کتاب فوق‌العاده است، یه دیالوگ عالی مفصل با بیلی وایلدر و فیلمهاش، خیلی کتاب درد بخوره. یه کار جدید از داستایفسکی ترجمه شده، نشر سالس، شوهر حسود و چند نامه، خیلی جمع جور، خوب به درد عید میخوره. اینم دارید. یک کتاب قدیمیه که فکر میکنم بله تجدید چاپ شده به اسم شعر روس، از بزرگان ادبیات روس، شاعران و نویسندگان شعر داره و راجبشون هم حرف زده شده. از پوشکین شروع میکنه تو عصر طلایی، لرمانتوف، عرض کنم اونایی که میشناسید و بعضی از روسایی که نمیشناسین، میرسه به عصر نقره‌ای، یعنی بحثای سمبولیسم، مقالات انتقادی سمبولیست ها، تا سالاویوف، نغمه سرای زنانگی ابدی، میرسیم تا الکساندر بلوک، این غول شاعر بسیار جدی، شاعر نیستی و آوازخوان هستی نو، عنوان مالیه. فوتوریست هم داریم و توشون از گورکی، بونین هم شعر هست، از پاسترناک هم شعر داریم و از ناباکوف که یه شعر داره، سیمرغ جوان شعر روس. اگر ناباکوف نقد ننویسه خوبه، ولی نقدش بر داستایفسکی فاجعه است. و اما کتابی که من جدیداً کشفش کردم در باب طنز، اثر سایمون کریچلی یا سیمون کریچلی، یه فیلسوف جدیه که تراژدی داره، فلسفه تراژدی، که خیلی کتاب خوبیه، آثاری داره و نوشته هایی داره درباره مارکس و خیلی های دیگه. اینجا داره درباره طنز حرف میزنه. این حتی از کتاب برکسون درباره خنده جلوتره، چون به اونم استناد کرده. بسیار کتاب جمع جوریه ولی فوق‌العاده است. من فقط یه نگاهی به فهرستش میکنم براتون میگم. آیا طنز انسانی است؟ که توضیح میده چرا انسانی است. خندیدن به جسم خیش، جسم رو دست انداختن، ماشین خنده، نگاهی به برکسون. خارجی ها مضحکند، روح قومی و فرهنگ عامه در طنز. همه خیت کاشتیم طنز به مثابه عرف عام، و چرا فرا خود دوست شماست. برداشت من و فروید از طنز، نظر فروید هم توشه. خیلی کتاب جمع جور ساده و فوق‌العاده عمیقیه، اینو بخونید به درد میخوره.
یک کتاب قدیمی که دوباره تجدید چاپ شده از یک نویسنده بسیار باسواد، مارکسیست باسواد داریم، بله داریم هنوز، و ایگلتون بهترینه. ایگلتون کارهای زیادی داره، هم در زمینه ادبیات هم در زمینه‌های تئوریک و فلسفه. این کتاب اسمش هست معنای زندگی. من یه نگاه کوچولوی سریع بهش میندازم. مسئله معنا رو توضیح میده، کسوف معنا، آیا زندگی همون چیزی است که میسازیدش؟ جوابش قطعا بله است. زندگی چیزیه که میسازیم لحظه به لحظه، روز به روز میسازیم. و یه سری هم پیشنهاد برای خوندن کتاب ادامه این بحث. کتاب ساده، جدی، عمیق و به درد بخوریه. خب برای فیلم دیدن، اگه این کتاب ها رو خوندین و حالشو بردین، فیلم هم ندیدین، خیلی مهم نیست از نظر من، شوخی میکنم، ولی ببینید. یک، زندگی دوگانه، جورج کیوکر، عالیه، هم تو بحث تراژدی، هم تو بحث سینما و هم تو بحث بازیگری، چیز هولناکیه، ببینیدش، از دست میدید، حیفه. این اولی. دوم، فیلم های امسال، بلوط پیر استاد کهنسال سینما کرلوچ، اون رو ببینید. هیولا مال کوریا، فیلمساز ژاپنی که دوباره برگشته به اصلش بعد از دو فیلم بعد، و یه فیلم خیلی خوب که قبلا دیدید به اسم دل دوست های فروشگاه، اون رو هم ببینید اگه ندیدید. دیگه از فیلم هایی که باید ببینین، فیلم های کمدی، آپارتمان بیلی وایلدر، ما هنوز نقدش رو نرفتیم، اما بهتون قول میدم در اولین فرصت نقد این فیلم عالی بیلی وایلدر رو هم ببینیم. بریم و شما باید ببینیدش. فیلم به شدت به درد بخور و سرپایی. ایرما خوشگله رو هم باید ببینی، بازم مال بیلی وایلدر. تو بحث معرفی فیلم ها، حتما فیلم سانشو رو ببینید، سانشو مباشر مال میزوگوشی، و یه فیلم دیگهش به اسم خیابان شرم، بی نظیره، بی نظیره. خیابان شرم رو ببینید و بفهمید که نگاهتون رو تغییر میده به یه مسئله خیلی جدی، زن، زنانی که تن فروشی میکنن برای زندگیشون، اما بسیار آدم حسابیه. فیلم کلود سوته، فیلم عالی کلود سوته، بیگ ریسک رو ببینید، با یک ونتورای بی نظیر معرکه. من همیشه تو هنر، به خصوص تو سینما، معتقدم که از فیزیک باید به شیمی بریم، یعنی از ظاهر میریم به احیانا باطن، نه برعکس. از فیزیک به شیمی در زندگیمونم باید بیاد. ورزش، ورزش، ورزش. ایام عید ایام خوبی هن برای ورزش خوبتر فشرده در کردن، حداقل پیاده روی های هر روز کلی، و این ورزش رو با نگاه به آسمون، با نگاه به خود، با نگاه به طبیعت ادامه بدیم، حالمون رو بهتر کنیم و به جهان نوع دیگه ای نگاه کنیم، نوعی که هر روز تازه است، کهنه نمیشه، کهنه نشدنش هم تکرار نیست، همه ی تکرارهاش تازه است. پس خودمونم باید اینجوری ببریم جلو. یه مژدگانی بدم، یه سورپرایز. قراره که مسعود فراستی مثلا خشن، نسبتا خشن، نقد یک انیمیشن رو بره که معتقد شاهکار. فعلا باشه تا هفته بعد.